ارتش لبنان از کشف اجساد نظامیان روبوده شده خبر داد. ارتش لبنان اعلام کرد اجساد 8 سرباز لبنانی روبوده شده به دست سنی‌های تندروی داعش کشف شده و برای آزمایش DNA به بیروت منتقل شدند. ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد اجساد این سربازها در وادی ادوب واقع در جرود ارسال کشف شده و هویت آنها هنوز مشخص نشده است. به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، ارتش لبنان اعلام کرد که عملیات کشف پیکر سربازهای روبوده شده بر اساس توافق ایجاد شده با تروریست‌های داعش صورت گرفت. سنی‌های تندروی داعش در سال 2015 تعدادی از نیروهای ارتش لبنان را در مرز سوریه و لبنان به اسارت گرفتند. ارتش لبنان و ارتش سوریه برای پایان دادن به حضور داعش در مرز مشترک بین این دو کشور عملیات طرد داعش از مرز را شروع کردند. گروه تروریستی داعش امروز صبح با تنگتر شدن حلقه محاصره مجبور شد توافق آتش بس را قبول کرده و تسلیم شود. هدف از این آتش بس در درجه اول مشخص شدن سرنوشت سربازان لبنانی روبوده شده به دست داعش بود. بر اساس این توافق، عناصر داعش بعد از مشخص شدن سرنوشت سربازان روبوده شده می توانند به شهر ابوکما در استان دیروزور واقع در شرق سوریه منتقل شوند. همکنون 17 اتوبوس و 10 خودروی هلال احمر سوریه برای انتقال تروریست‌ها به منطقه قاره در قلمون غربی اعزام شدند. منابع خبری اعلام کردند که به احتمال زیاد عملیات انتقال تروریست‌ها از فردا شروع خواهد شد.